سرخط تازه ترین خبرها. بایدن رفع مسئولیت کرد. مشکل خودتان است. و همچنان در پایان به نقل صفحه رسمی رزاق مامون، فرار اشرف غنی از تالار سخنرانی در خوست. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مامون در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: فرار اشرف غنی از تالار سخنرانی در خوست. امروز شنبه با ساعت 12:05 به وقت کابل، اشرف غنی از تالار سخنرانی در ولایت خوست فرار کرد. او در دروغ بافی همیشگی گرم آمده بود و چنان با دستهایش به سوی هزار دروغ های رنگارنگ باد می کرد که سر به پا نمی شناخت. از تبدیل عید آیس کریم خور یا طالبان به جشن ملی شروع کرد و چکچکی ها حضور با احساسات پاسخ دادند. سپس مدعی شد که ما دیورند کرخه ندی ملی. باز چکچک ها سرانجام سرعت گرفت و به حضرت خدیجه اولین زوجه پیامبر اسلام انتصاباتی را چسباند که در همین موقع هیاهو در میان حاضران بر را افتاد و ناگهان از بین تالار صدای اعتراض خشمگین زنان و مردان خوستی بلند شد. محافظان دست پاچه شدند و غال مغال بالا گرفت. غنی ناگهان از عقب بلندگو خودش را کنار کشید و با همان دست هایی که دروغ های پشت در پشت را به سوی خوستی های هوشیار روانه می کرد، همان دست ها را در آپسین لحظه های گریز بالا برد و در حال گریز خدای پامان خدای پامان به خیروسی گفت و دوربین های بخش زنده با وسیله محافظان خاموش گردید و شعور اجتماعی اهالی ولایت خوست را دست کم گرفته بود. همچنان این در حال است که بایدن رفع مسئولیت کرد. مشکل خودتان است. تنها امکانی که اکنون در اختیار رهبران افغان است این است که از فجایع دهه 70 درس بگیرند. به حرج و مرج و بیقانونی و تلاش های مذبوحانه برای تصادف قدرت و دستیابی به امتیازهای بزرگ و جا طلبانه دست بردارند و اجازه ندهند کشور برای چند دهه دیگر با کام ناامنی و جنگ و جنوب و تباهی و فساد سقوط کند. روی داده که کمترین پیامد آن تمدید و توسعه و تکرار سرنوشت فاجعه باری میلیون ها خانواده بیپناه افغان خواهد بود که در طول 10 سال گذشته بار اصلی جنگ را بر دوش کشیده و قربانی اصلی بوده اند. خبرگزاری افاق: جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر پایان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان میگوید که ایالات متحده برای ساختن افغانستان در این کشور حضور نداشت. بایدن روز پنجشنبه ابدهام سرطان در سخنرانی خود در مورد افغانستان گفت که حضور نظامی آمریکا در افغانستان به تاریخ 31 آگست نوم سنبله به پایان میرسد. او گفت که مایل نیست بیش از این سربازان آمریکایی را به خطر بیندازد. وی خطاب به کسانی که خواهان ادامه حضور آمریکا در افغانستان هستند گفت: چند نفر دیگر، چند هزار دختر و پسر آمریکای دیگر را می خواهید به خطر بیندازید. من نسل دیگری از آمریکایی ها را به جنگ افغانستان نمی فرستم. آن هم بدون انتظار منطقی برای دستیابی به نتیجه متفاوت. بایدن همچنین بیان کرد: ما برای ساختن یک کشور به افغانستان نرفتیم. رهبران افغانستان باید گرده هم آیند و به یک سوی آینده حرکت کنند. تازه ترین سخنرانی بایدن اما خواهی هیچ نکته نبود
این یعنی کابل دیگر منتظر وزیدن باد تغییر از افق واشنگتن نباشد. بایدن مصمم به خروج است. او به طرز تحقیرآمیز از آن کرد که آنچه وجود دارد مشکل داخلی رهبران افغانستان است. آنها باید گرد هم آیند، با هم به توافق برسند و به سوی آینده حرکت کنند. پاسخ سریع تر از این وجود ندارد. این یعنی منتظر واشنگتن نباشید. او نمیخواهد چهارمین رئیس جمهور آمریکا برای ادامه یک جنگ بی‌نتیجه باشد. چند دختر و پسر آمریکایی دیگر باید کشته شوند، در حالی که هیچ انتظاری برای تغییر در نتیجه وجود ندارد. حق با هوست. آمریکا شکست خورده است و این شکست نمیتواند جای خود را به پیروزی معجزه آسا بدهد. جو بایدن پیش از این هم گفته بود که سراسر افغانستان را دیده، این کشور بی اهمیت است. پس از نظر او خردمندانه ترین تصمیم خروج است. خروج برای نجات فرزندان آمریکا، حتی اگر هزینه آن نابودی افغانستان، سیطره دوباره تروریسم، گسترش بی ثباتی و سقوط یک نظام 20 ساله باشد. این ترتیب سفر اخیر اشرف غنی و عبدالله به واشنگتن تلاش مذبحانه و بیهوده برای تاثیرگذاری بر موضوع جو بایدن درباره افغانستان بود، تلاشی که پیش و پیش محکوم به شکست بود و سخنان تازه بایدن هم این شکست را تایید می کند. اکنون چی گزینه در برابر کابل قرار دارد؟ اجماع ملی، آشتی و اتحاد برای رستگاری؟ به نظر می رسد که حتی سازش ناپذیرترین بازیگران نمایش هم حالا به این نتیجه رسیدند که جز هم گروه ملی راهی برای نجات نیست. به همین دلیل آنها با هم افزای قوا تلاش می کنند که در برابر قدرت و پیشرفتن طالبان سد ایجاد کنند و اجازه غلبه آن گروه را از راه زور ندهند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقاتی خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.